تگ سایتون بیشتر ایرانیان کشته شدن رئیسی را جشن میگیرند بسیاری نام رئیسی را با دو رویداد مرتبط میدانند کشتارهای دهه شست و سرکوب وحشیانه اعتراضات 1401 کشتارهای سال 67 یکی از بزرگترین قتلام های قرن بیستون بود تاگ سایتون بیشتر ایرانیان کشته شدن رئیسی را جشن میگیرند آنها پایکوبی می کنند و میخوانند هلیکوپتر هلیکوپتر اکثر مردم از مرگ رئیسی یکی از شهرهای بیرحم رژیم خوشحال هستند تا که سایتون در ادامه می نویسد در ایران بسیاری نام رئیسی را با دو رویداد مرتبط می دانند کشتارهای دهه 1360 و سرکوب وحشیانه اعتراضات 1401 رئیسی در هر رویداد نقش مهمی داشت علاوه بر این وی همواره در نظام مناسب بالایی داشت و از نزدیکان ولی فقیه علی خامنهی به شمار می رفت. او حتی جانشین خامنهی تلقی می شد. رئیسی دادستان کل وقت شهرت خود را به عنوان جلاد تهران با حضور در هیئت مرگ چهار نفره در سال 1367 به دست آورد. در عرض چند هفته ابراهیم رئیسی هزاران زندانی سیاسی را به کام مرگ فرستاد. حاکمان اجساد ادام شدگان را در گورهای دست جمعی دفن کردند. بسیاری از خانواده ها هنوز نمیدانند چه بر سر فرزندان، والدین یا خواهر و برادرشان آمده است. آنها برای حقیقت و روشنگری می جنگن. این یکی از بزرگترین قتل های قرن بیستون بود. با گذشت یک هفته از کشته شدن رئیسی و امیر عبداللهیان شادی در کشور همچنان محسوس است. روزنامه انگلیسی سان درباره وضعیت رژیم بعد از حلاکت رئیسی جلاد نوشت تحلیلگران هشدار دادهاند که مرگ رئیسی می تواند یک جرقه در باروت تنش های جوشان خاورمیانه میانه باشد. سان در ادامه نوشت مجید صادقپور به روزنامه سان گفت رژیم ایران در پی سقوط بالگرد بسیار ناپایدار است و آسیب جبران ناپذیری دیده است. حکومت تهران به دلیل آشفتگی داخلی پس از مرگ رئیسی به طور قابل توجهی از نظر استراتژیک ضعیفتر شده است. نگهداری گرگ های رژیم از حمله به یکدیگر برای این رژیم سخت در خواهد بود. دکتر رامش سپهراد گفت که دیکتاتوری خامنه ای اکنون در هر و مرج است. مردم ایران روزنه ای را برای زدن ضربه ای عظیم به این رژیم می‌بینند. چه به شکل قیام سراسری یا هر شکل دیگری. واکنش به مرگ رئیسی نشانه روشنی از وقوع یک جنبش اپوزیسیون دلیر در داخل ایران است.